13 مرداد 1384 ربوده شدن دو مجاهد خلق در بغداد. روز 13 مرداد 1384 دو مجاهد خلق به نامهای حسین پویان و محمد علی زاهدی که برای تهیه ارزاق شهر اشرف به بغداد رفته بودند، هنگام خرید در منطقه کراده بغداد توسط نیروهای ویژه وزارت کشور عراق ربوده شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران در روز 17 مرداد سال 1384 خبر ربوده شدن این دو مجاهد خلق را به اطلاع عموم رساند و تأکید کرد طی 4 روز پیگیری و تحقیق و با انبوهی مدارک و اسناد و گفتگو با شاهدان صحنه مشخص گردیده است که نیروهای ویژه وزارت کشور عراق بدون تردید در این آدمربایی شرکت داشتند. به دنبال اطلاعیه مجاهدین، موجی از محکومیت این عمل تروریستی همراه با اعلام همبستگی با مجاهدان اشرف در سراسر جهان برخاست. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی نامه‌ای به آقای زلمای خلیزاد، سفیر وقت آمریکا در عراق، یادآوری کرد که هر دو مجاهد ربوده شده رسماً تحت حفاظت کنوانسیون 4 ژنو قرار دارند و کسانی که به دستور رژیم آخوندی و نیروی قدس سپاه پاسداران دست به این آدمربایی زدند، ربوده شدگان را ابتدا به وزارت کشور عراق منتقل کردند. چهاردهم مرداد 1285 امضای فرمان مشروطیت. چهاردهم مرداد روز نمادین بزرگداشت انقلاب مشروطیت است، اما این روز در حقیقت از لحظات آغازین انقلاب مشروطیت به حساب می آید، روزی که اعتراض ها و قیام مردم ایران در برابر استبداد سلطنتی به اولین پیروزی خود دست یافت و مظفرالدین شاه مجبور به پذیرش مشروطیت شد. اما جنبش از آن پس توسط مجاهدان مشروط ادامه یافت و به انقلابی بزرگ انجامید، انقلابی که در آن دهقانان فقیر و پیشوران محروم شهری بر ضد استبداد فئودالی جنگیدند و به مدد جانبازی های رهبر سازش ناپذیرش ستارخان و دیگر مجاهدان تبریز شاه مستبد را به زیر کشیدند. اما انقلاب مشروطه سرانجام با توطئه میوه چینان و حمایت استعمار به خلع سلاح انقلابیون و حاکمیت سازشکاران و میوه چینان منتهی شد. اگرچه آن جنبش به هدفش که برچیدن نظام استبداد فئودالی بود نرسید، اما سرنگون شدن استبداد مطلقه فئودالی قاجار و تدوین یک قانون اساسی، تشکیل مجلس و تفکیک قوای سگانه از نهادهای مذهبی و از یکدیگر، نه تنها برای مردم و تاریخ ایران بلکه برای دیگر ملل منطقه نیز دستاورد بسیار بزرگی بود. چهاردهم مرداد 1338 در گذشت قمر ملوک وزیری. قمر ملوک وزیری، هنرمند محبوب و پرآوازه ایران، در سال 1284 در تاکستان قزوین به دنیا آمد. او پدر و مادر خود را از همان دوران کودکی از دست داد و مادر بزرگش سرپرستی او را به عهده گرفت. قمر ملوک در هنر آواز ایران داراست، به علت شجاعت و ایستادگیش در مقابل ارتجا نیز همواره شخصیتی مورد احترام داشته است. قمر ملوک اولین خواننده زن رادیو ایران بود. اما آنچه به هنر و صدای قمر ارزشی انسانی می‌بخشید،
رفتار و منش مردمی او بود. قمر ملوک هیچگاه مردم را فراموش نکرد، در کنار آنها ماند، برای آنها خواند و تمامی درآمد خود را نیز میان تهیدستان تقسیم کرد. به زمانی که برای اجرای کنسرت بزرگی به همدان رفته بود، پس از اجرای کنسرت با یک حرکت نمادین و شجاعانه گلدان نقره بزرگی که مردم به او هدیه داده بودند به پاس روح آزادی خواهانه عارف قزوینی به وی که در آن ایام به همدان تبعید شده و انزوا گزیده بود تقدیم کرد. قمر سرانجام در 14 مرداد ماه 1338 و در تنگدستی چهره در خاک کشید. شانزدهم مرداد 1360، شهادت ده‌ها تن از مجاهدین به دست دشخیمان خمینی. روز شانزدهم مرداد سال 1360، احمد رضا شادبختی از کادرهای مسئول مجاهدین، کاندیدای مجاهدین از عراق برای نمایندگی اولین مجلس پس از انقلاب ضد سلطنتی و عضو هیئت تحریریه نشریه مجاهد تیرباران شد. رژیم آخوندی وی را همراه با 42 مجاهد دیگر در زندان اوین به جوخه اعدام سپرد. مجاهد شهید احمد رضا شادبختی روز 16 مرداد سال 1360 در حالی که با غریب شعارها و سخنرانی پرشور خود در میدان تیرباران در پیشاپیش 42 اسیر قهرمان مجاهد خلق لرزه بر اندام مزدوران جنایتکار خمینی افکنده بود، سرفراز و پیروزمند در مقابل جوخه تیرباران ایستاد و به کاروان شهدای مجاهد خلق می‌بست. از دیگر همراهان احمد رضای قهرمان که در همان روز به شهادت رسید، مجاهد شهید عطاالله حاجی محمودیان بود. عطاالله حاجی محمودیان از بازاریان سرشناس هوادار مجاهدین بود. او از زندانیان سیاسی رژیم شاه و از پشتیبانان مجاهدین از بدو بنیانگذاری سازمان محسوب می شد. در این روز مجاهد دلیر دیگری نیز از میان هموطنان آزاده ارمنی توسط مزدوران جنایتکار رژیم به جوخه تیرباران سپرده شد. او مجاهد دلیر مسیحی یرون ستاقیان بود که به همراه یاران قهرمانش استوار و سربلند در برابر جوخه تیرباران ایستاد و خون پاکش را فدیه آرمان رهایی بخش مجاهدین و آزادی مردم ایران کرد. خون آن رزماوران که با عشق آزادی ایران برای نبرد با ارتجاع حاکم سلاح برداشتند در رگ فرزندان آگاه و آزادی خواه ایران زمین جاری شد و یاد و خاطره رزم و عزمشان مایه استمرار مبارزه و قیام علیه آخوندهای تروریست و دیکتاتور گشت. 18 مرداد 1275، اعدام میرزا رضا کرمانی. در سال 1313 هجری قمری برابر با 1275 شمسی، ناصرالدین شاه پادشاه مستبد قاجار که به مدت 50 سال با خشونت و استبداد بر ایران حکومت کرده بود، در حرم حضرت عبدالعظیم با شلیک گلوله میرزا رضا کرمانی از پای درآمد. قتل ناصرالدین شاه مانع بزرگی را از سر راه آزادی مردم ایران برداشت. میرزا رضا کرمانی یکی از ستمزدگان غیور و آزاده‌ای بود که ستم و سرکوب استبداد قاجار را بی پاسخ نگذاشت و به گفته خود به جای اینکه شاخ و برگ‌های شجره خبیثه استبداد را بزند، قطع اصل شجره ظلم نمود.
و نامش در ردیف پیشگامان نهضت آزادی خواهی و جنبش مشروطه ایران به ثبت رسید. میرزا رضا کرمانی از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود که مورد ستم و تعدی ایادی حکومت قاجار و از جمله پسر ناصرالدین شاه قرار گرفت و چند سال را در شرایط بسیار دشوار در حبس و شکنجه گذراند. او سپس به استانبول رفت و در آنجا با سید جمال الدین ملاقات کرد. در پیان دیدار بود که وی طرح اعدام انقلابی ناصرالدین شاه مستبد را به مرحله اجرا گذاشت. مظفرالدین شاه جانشین ناصرالدین شاه که نمیخواست در ابتدای کار خود برای مردم چهره خشن و انتقامجوی جلوه کند، مایل نبود میرزا رضا را اعدام کند. اما آخوندهای مرتجع و درباری و مشخصاً شیخ محمد حسن شریعت مدار وی را برای اعدام میرزا رضا تحت فشار گذاشتند و عاقبت او را به این کار واداشتند. میرزا رضا به اهمیت کاری که کرد واقف بود و در مورد آمادگی خود برای گذشتن از جانش در این راه گفته بود: زندگی بی دوام دنیا چه ارزشی دارد؟ 5 سال بیشتر یا کمتر زنده بودن را چه ارزشی است؟ در صورتی که من به حیات ابدی رسیدم و نام مردان تاریخ را گرفتم. به این ترتیب شهید راه آزادی میرزا رضا کرمانی را روز پنجشنبه دوم ربیع الاول 1314 برابر با 18 مرداد 1275 بدون پیراهن و دست بسته به یکی از میادین شهر آوردند تا به دار بکشند. او با دلیری و بی‌اعتنایی نگاهی به چوبه دار کرد و گفت: این را یادگار نگه دارید، من آخرین نفر نیستم و این البته تلیعه یک انقلاب بود، چرا که تنها 10 سال بعد انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. Thank you.